ابهامات در سرنوشت مذاکرات صلح آمریکا به رهبری زلمه خلیلزاد با گروه طالبان. با آنکه توقع از نشست چند روزه ابوظبی میان آمریکا و نمایندگان گروه طالبان پیشرفت‌های زیاد در پروسه صلح کشور بود، اما ظاهرا دیده شده که طالبان با زلمه خلیلزاد کنار نیامدند و بار دیگر مذاکرات صلح با گروه طالبان به طرف بنبست رفته است. زلمه خلیلزاد پس از بازگشت از امارات متحده عرب و مذاکره با گروه طالبان در کابل گفت که هنوز مطمئن نیست که آیا گروه طالبان صلح میخواهد و یا هم نه. مردم و قشر سیاسی افغانستان هم هنوز در جریان نیستند که مذاکرات صلح با گروه طالبان به کدام سطح رسیده است. سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانان آقایان نجیب الله آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی و نویسنده، آقای مولوی بهرالدین جزجانی، عالم دین و تحلیلگر مسائل سیاسی، و همچنین آقای سید فضل الله وحیدی، والی پیشین هرات. بسیار خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای وحیدی، با شما آغاز میکنیم. یک ابهام کلان در مورد نشست در مورد مذاکرات صلح با گروه طالبان مطرح است، با آن که هنوز هم وضاحت وجود ندارد که در کدام سطح مذاکرات شد و آمریکایی ها با گروه طالبان آیا کنار آمدن و یا هم نیامدن، آیا مذاکرات به طرف بنبست رفته است. این ابهامات کلانی است که مطرح شده. فکر نمیکنید که با توجه به برخوردها و اظهاراتی که مقامات آمریکایی داره و بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، واقعا این مذاکرات به طرف بنبست رفته با گروه طالبان بار دیگر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست به شما و میهمانان نهایت محترم آزاد صاحب و مولوی صاحب و همکارای تکنیکی و تمام بیننده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. خب، از اینکه مذاکرات تا الحال طور واضح با مردم افغانستان روشن نشده، فلهذا در این مورد تحلیل کردن پیش از اینکه آدم معلومات مکمل به دست نبیاره، فکر کنم که این به نتیجه نمیرسه و کدام چیزی هم از پیش از او به دست نمیاد. خب، بنال این فهمیده شوه که آیا این بنبست از طرف طالبان و یا خارجی ها، به خاطر از اینکه موضوع طرف مقابل ملت افغانستان نگرفتن و نه هم نظام افغانستان نگرفتن. اینا طرف مقابل خود طالب و امریکایی هاست تا بالرا. دیگه به اول لحاظ وقتی که میشنویم که یعنی قدر امریکایان از افغانستان میبرایا، این خودش علایم را نشان میده که یا ایست که یا به یک نتیجه خوب رسیدن و یا ایست که یا به هیچ نتیجه نرسید. خب، آنچه که از گفته های آقای خلیلزاد مثلا میبرای میگه که مسئله آتش بس با گروه طالبان پیشنهاد امارات متحده عرب و عربستان سعودی بود که سوی گروه طالبان رد شد، و پس از نشست ابوظبی شما دیدین که آقای خلیلزاد به رسانه ها گفتگو کرد و خیلی مطمئن حرف نزد از پیشرفت ها و موافقت ها. خب، اینطور است که خود همی وقتی که امارات و عربا ایره پیشنهاد میکنه که در این برای از چیز مذاکرات یا بگیرن همی بعض حملات یا بعض کارهای را نکنن، یا به طور مثال بگویم که آتش بس بکنن، این یک جانبه نمیشه، این حتما دو جانب داره. جانب دومش ایست که خواسته طالبا آیا برآورده شده یا نه، این مهم است. اگر خواسته از اونا برآورده شده و بعدا این نمیشه، دیگه باز در اون صورت ما میتونیم که بگویم که طالبا نمیخواه، و اگر خواسته از اونا را کس هنوز نشونیده و یا نگرفته و یا به اون نتیجه نرسیدن، دیگه این خود به خود معلوم است که یک جانبه است. یک دومی که در این مورد مسئله همین ممالک عربی دست دو بود، تا خود وقت جنگ هم دست دو بود و حال هم دست دوست. این حالی این میگه پاره که اونا میگه چرا خود امریکایی ها نمیگه، یا هم دمونجه هستن خود از یا بگوی و خواسته ای که طالبا کردن آیا با یکی با دو با سه خواسته. خب، امین خواسته هم تاکنون روشن نیست که طالبا چی چیزی رو خواسته. خب، امیرم میگم که کار از یا از پشت پرده زنوز، از پیش افغان ها نوز پشت پرده است. خب، دلیلی که امین دلیلی که روشنی هنوز هم بین برای افغان ها، مردم عام افغانستان و قشر سیاسی در پیوان به صلح روشنی وجود نداره و آمریکایی ها پنهانکاری میکنن، این دلیل در چی است؟ دلیل در ایست که دو گپ است. یا ایست که موقعی که اینا میخواستن که در افغانستان این مسائل ختم شوه، یا امو پروژه هنوز دمیجه است،
نرسیده به اصل هدف یک طرفش است و طرف دومش است که اینا با پاکستان چی معامله کردن. معامله اصلا بین پاکستان و امریکای هم روان است که اینا پاکستان تا کدام حد مسائل را پذیرفتن و تا کدام حد نپذیرفتن. چرا حال خوب بخیالیم به تمام مردم واضح شد که به این ضرورت نیست که ما بگویم پاکستان یا هست یا نیست. ولی خوی واضح شد که هست. دشاندنشان هم هست و این مردم هم اونجا جای با جای هست. دفترام دارن و کل گپش حال برملا شده. دیگه این حال معامله اصلا بین پاکستان و امریکا و بعدا بین پاکستان و طالبا و بعدا در بین زیاد دور میخوره. هنوز به دست افغان ها. چرا شما دیدین که هیئت افغانی که رفته بود درون اونجا چند شب تیر کردن و امرشان هیچ کس گپ هم نزد و نم دید. دیگه از این معلوم میشه که موضوع هنوز به دست ما شما افغان ها هنوز نامده که ما دلایل خود در اون مورد پیش کنیم و دلایلی که اینا پیش میکنه. این یک جنگ دیروز و پریروز و داروز نیست. یک کلام آن پروژه است که از کدام جای شروع شده و به کجا میره بالاخره چی میشه. ولی خود امریکایی هم به خاطر از این که برای ملت خود یک جواب داشته باشن اینمی گپا رو میزنن. شما ببینین که در جنگ کدام مصارفی که امریکایی ها کده بود و پیسر هم از عربستان و این ممالک عربی خواستن که در اینجا ما این خود مصرف کردیم. شاید شما خبر باشین از او. دیگه ده هیچ موضوع را اینا اینطور نمی کنن که بیاین و بخاطر افغان ها تاوان بتن. اگه او کار میکردن دیگه چرا از این طرف و طرف افغان ها کشته میشد؟ طالب کیست؟ یک افغان و ایسون هم یک افغان. ولی در بین ما اینطور گپا را مردم پیش کرده که به مرگ یکی دیگه خود راضی شدیم و اونا ما جنگ میکنیم. سپاسگزارم. باید این کار نمیشد. شما بچی باور هستین که با توجه به حرکت هایی که وجود داره و عدم وضاحتی که در مورد پروسه صلح میان گروه طالبان و آمریکا وجود داره، آیا این پروسه به بن‌بست روبرو شده و یا هم دستاوردهایی وجود داشته که از افغان ها پنهان شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست به شما، به جناب والی صاحب بزرگوار، به جناب آزاد صاحب، به همه همکارای عزیز شما، به تمام بیننده های عزیز برنامه سلام های خود را دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از عرض تقدیم سلام میخوام یک کمک فرصت بتین پیش از اینکه در اصل جواب سوال شما بیاییم، دو نکته مختصر عرض میکنم. یکی جنگ جاری در افغانستان جنگ بیرونی هاست، اما متاسفانه قربانی جنگ در هر دو طرف، چی در جانب دولت یا چی در جانب طالبا، مردم افغانستان و ملت افغانستان است. یک موضوع. موضوع دوم به این که ما امروز با اعمال فشار بیرونی و دنیا پاکستان به میم راضی کرده تا نیستیم که پاکستان از پروسه صلح حمایت بکنه و به نحو طالبا را حاضر به گفتگو بکنه، این یک دستاورد برای مردم افغانستان و برای حکومت افغانستان است. اما باید ما به سیاست های پاکستان عمیقا متوجه باشیم که پاکستان تا به هنوز او منافع خود را که از راه جنگ در افغانستان دنبال میکرد، امروز میخواهم منافع در مورد نقش پاکستان میاییم. اما مشخص اگر در مورد پرسش ما بگویند که آیا پیشرفت های وجود داره، آیا نگرانی ها از بنبست در پروسه صلح بله مطرح میشه؟ ما خب میاییم سر همین موضوع میاییم که پاکستان میخواه منافع خود را از راه صلح به دست بیاره. ما اونقدر هم ناامید نباشیم که در افغانستان جنگ خاتمه پیدا نکنه و صلح نیاید. انشالله یک روز در افغانستان صلح آمده نیست، جنگ خاتمه پیدا میکنه. اما بله، در پروسه صلح ما بسیار متوجه باشیم که امروز صلح افغانستان به خود یک انعکاس جهانی پیدا کرده، اما نگاه پاکستان در ارتباط صلح و دید پاکستان دید ابزاری از پروسه صلح است. پاکستان باید چند چیز را حکومت افغانستان در برابر دنیا و پاکستان مشخص بکنه. پاکستان در قدم اول چرا طالبان را از تشویق و ترغیب حتی اعمال فشار میکنه که با امریکایی‌ها مذاکره مستقیم داشته باشه، نه با دولت افغانستان. با این حرکت میخواه حکومت فعلی یا مثلا سخنگوی طالبان اداره به نام اداره کابل نام میبره، اینمی حکومت یک حکومت مستعمره، یک حکومت غلام، یک تحت حمایت امریکا به دنیا معرفی بکنه. باید دولت افغانستان از این انزوا خود بکشه. یک مسئله. مسئله دوم، پاکستانی‌ها میخواه که اینمی مذاکره
به شکل اختصار تمام نشه، باید این مذاکره طولانی شود. چرا؟ به خاطر از این پاکستان در فکر طولانی کردن مذاکره طالبان با امریکا سی ربانه میکنه و ربانه میکنه، اینجا برگزار شود جلسه، اونجا برگزار شود. هدف ایست که پروژه های ناتمام پاکستان از قضیه دیورن بگیرین تا دیگه مسائل، اینا را میخواه پاکستان پروژه های خود را، اهداف خود را به آخر برسانه. در مسئله سوم، چرا طالبا پیش از اینکه به صلح حاضر شود پیشنهاد حکومت موقت میکنه با مذاکره با امریکایی‌ها؟ هدف چیز؟ هدف ایست که اینمین نظامی که امروز از طرف طالبا رسمن پیشنهاد نکردن که حکومت موقت تشکیل شود. بله، طالبا پیشنهاد کرده حکومت موقت تشکیل شود. نه، اعلامیه‌ای که طالبا پخش کرد زمیولای مجاهد گفت که بس حکومت موقت خاص ما نیست. یکی اعلامیه طالباست که اعلامیه دولت است که در رسانه ها داده میشه، یکی که گپای پشت پرده است. در پشت پرده طالبا پیشنهاد حکومت موقت را کرده. چرا؟ به خاطر ازی ای گپ پاکستان است از زبان طالبا میبراید. باید هم طالبا هم دولت افغانستان حرفش به دست خودش باشه و جلویش به دست خودش باشه، نه به دست پاکستان و امریکا. سرنوشت خود ما تعیین بکنیم. پاکستان این حرف به زبان طالبا می اندازه که حکومت موقت تشکیل شود. چرا؟ به خاطر از اینکه اینجا شما هم به این نظر هستین با توجه به نقش عمده پاکستان در روی طالبا و روی مذاکرات طالبا با ایالات متحده آمریکا، که اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا بکنه این مذاکره خیلی نتیجه مثبت نخواهد داشت. یعنی ما میایم سر بون که وقت بتین که ما می قضیه کما که به خاطر از اینکه مشروعیت سیاسی و شرعی این نظام یا کلی یا نسبی که در بین مردم مشروعیت داره این نظام به عنوان یک نظام این زیر سوال بره. هدف شانیس از موقت یا به بانی مذاکرات مستقیم با امریکا، فلان پاکستان چیز فلان پاکستان است که خو نفوذ نامیشه میمانین، خو اشغال امریکا نامیشه میمانین. این وضعیتی که امروز جاری است که حکومت از طرف غرب حمایه میشه، اینمی نفوذ اشغال ختم شوه، سیاست داخلی و خارجی افغانستان در چنگ مسکو، در چنگ تهران، در چنگ اسلام آباد، در چنگ چین بیفته. این هدفش است. و شما فعلا ما قرار اطلاعاتی که به ما رسیده، ما ایران میدانیم که در بین خود طالبان در این مسئله دو دستگی وجود داره. کسایی که در مثلا در ابو ظبی رفتن اونجا، یک تعدادشان گفته که ما با طرف افغانستان بشینیم، یک تعدادشان گفته که نه نمیشینیم. این مسائل از اینجا معلوم میشه. ببینین وقتی که زلمی خلیلزاد از طرف امریکا به عنوان نماینده صلح در این مسئله تعیین میشه، یا حکومت افغانستان اقدام میکنه که نماینده خود مشخص بکنه، یا برد عالی مشورتی را تشکیل بده. اما حکومت میتونه با یک اجماع ملی، با گرفتن آرا و مشوره سیاسیون و چهره های تاثیرگذار افغانستان، حوزه نفوذ افغانستان که مثلا در خیر اگر در حکومت نیست با حکومت مشکل داره، اما قضیه صلح قضیه است که هم ملت افغانستان میخواهد هم حکومت میخواهد. این به خیر همه هست، کسایی که در نظام باشه یا نباشه. ما توقع ما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک عالم دین از حکومت افغانستان است که حکومت افغانستان میتونه با ثبات سیاسی، با وحدت سیاسی، با اجماع ملی، با انتخاب نمودن همچون چهره های درخشان مثل والی صاحب در گذشته ها تاثیر داشت، یا مثل رهبرای سیاسی یا اقوام افغانستان، بیا اینا را فرصت بده که مثلا احزاب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه های افغانستان را، تجار ملی، تا اینکه وارد پروسه صلح شود، ما بتانیم از طریقه های مختلف بر بالای همچنانی که در عرصه سیاسی، در عرصه سیاست های خارجی بر بالای پاکستان اعمال فشار کردیم، بتانیم از طریق سیاست های اجتماعی و داخلی خودم، از طریق منابع بشری و قوت های امکانات دولتی خود پاکستان زیر فشار بگیریم. انشالله صلح ما هم به نتیجه میرسه، اختیار خاک خود به دست خودم میگیریم. اما به این رایی که امروز طالبان روان است، به این رایی که امروز دولت، یعنی تعداد در داخل دولت روان است، این را رای کعبه نیست، رای ترکستان است. پس دلشان که خوش میشن، دلشان که خفه میشن. اما خواست ما ایست، هم از دولت هم از طالب. دوباره به شما برمیگردم. اگر افغان است، به این وطن دلش میسوزه، به ما و به مردم افغانستان دلش میسوزه، جلو خود نه در دست امریکا بته، نه در دست پاکستان بته. تشکر.
آنچه را که آقای جوجونی هم اشاره کرد در پیوان به این که خب طالبا به اشاره پاکستان حرکت میکنه و مجموعه حرکت هایی که در مذاکرات ابوظبی هم صورت گرفت به دستور پاکستان بود و بحث حکومت موقت هم مطرح کرد چند طالبای را رد کرد. در مورد اصل مسئله شما به چی باور هستین که آیا نشست ابوظبی مسیر روشن برای پروسه صلح افغانستان ترسیم کرد و یا هم یک بار دیگر مذاکرات صلح به بنبست رفت و آمریکایی ها هم ناامید و گروه طالبان هم از خواستهای خود کنار نامدند؟ سلام و درنشت. د سولې دغه حرکتو ته چې وکتل سي په تېرو 12 کلو کې په لومړي ځل افغان دولت او د افغان دولت تر څنګ بهرنیان د سولې پروسې ته ډېر نږدې سوي دي په څو دلایلو. دا په لومړي ځل دی چې د امریکا په فارن پالیسي یا په بهرنۍ سیاست کې د افغانستان په حقله باندې تغیرات لیدل کېږي. لومړی برخه د افغانستان د پاره خوا تر دې وړاندې کله چې د افغانستان د پاره ستراتیژي جوړېدې په واشنګټن کې هغه به یوازې د افغانستان دپاره وي، اما دا ځل یې د افغانستان او د جنوبي اسیا دپاره ستراتیژي جوړه سوه چې په هغې کې د افغان دولت سره هم مشورې شوي. د دې تر څنګ په لومړي ځل ودیدل شول چې د ټرمپ اداره چې په هغه نړیواله سیاست کې یا په نړیواله تیوریو کې دا ریالیستان دي، یعنی دا په دې باور ده، دغه سیاستمداران یا دغه سیاسي تیوري په دې باور ده چې د خپلو ګټو په باور ده. تر دې وړاندې ایډیالیستان هلته وو چې هغه د وین وین سچویشن یا د دواړو خواوو ګټې چې په هغې کې هم د طالب ګټه هم یا د پاکستان ګټه هم د امریکا ګټه. دغه تیوري په لومړي ځل باندې په ډېر زغرنده پر پاکستان باندې فشارونه وارد کړل. موږ تاسو ولیدل چې 3.5 میلیارد ډالر او د کار 1.3 میلیارد ډالر په پاکستان باندې بندیزونه ولګېدل. دا یوه برخه. تر دې و آخواته د افغانستان د سولې د پروسې په حق باندې په لومړي ځل باندې په تیرو درې میاشتو کې د افغانستان او د پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ښاغلي خلیزاد متواتر سفر نه وکړل. لومړي سفر کې د طالبانو سره ولیدل، تر هغه وروسته په بل سفر کې په لومړي کې هم دا 15 هیوادونه، په بل کې هم دا 15 هیوادونه، په درېیم سفر کې روسیا او ازبکستان او دا هیوادونه هم پکښې راوستل او دا سفرونه متواتر وو په دوامداره توګه. اوس راځو د ابوظبي د ناسته. د ابوظبي په دې ناسته کې د که څه هم طالبانو د افغان هیات سره رسمي ونه لیدل، بعضې وخت داسې کېږي چې کله د طرفینو تر منځ دعوه وي نو درېیمګړي د دواړو خواوو سره ویني که موږ چېرې هغه د افغان عرف ته راسو، دې تر څنګ موږ نړیواله میډیشن اربیټریشن ته راسو، دا اصول هلته هم شته. اما تر ټولو مهم دا و چې افغان هیات هلته و، کله چې د اماراتو، کله چې د پاکستان، کله چې د سعودي عربستان او د امریکا استازو د طالبان سره ناستې کولې، دغه استازو بیا د افغان هیات سره هم ناستې کړي دي. فرق دومره دی چې طالبانو مستقیم د دوی سره ناستې کړي. دا مهمه موضوع ده. تر دې را دې خواته طالبان کله چې دوی د بعضو شرایطو غوښتنه کوي، د موقت ادارې هغو رد کړه په بشپړ توګه، او زموږ دپاره ادرس همدغه دی، کله چې طالبانو استازي یا ویاند وایي چې موږ دا مسله نه ده مطرح کړې، بس دا رد ده. اما نور شرایط چې د بهرنیانو وتل، د دې تر څنګ د افغان دولت سره نه خبرې کول، دا د یوه طرف شرط دی. په د افغانستان په قضایو کې درې طرفه دي، یو متحده ایالاتونه دي، یو افغان دولت دی. افغان دولت او متحده ایالاتونه خپل شرایط د مذاکرات لپاره نه دي وړاندې کړي، ځکه دی هغه طرف دی چې مشروعیت لري او دوی غواړي چې د هغو سره کښېني سوله وکړي. د هغو هغه ځانګړي شرایط په دې معنی چې دی د لا امتیازاتو لاسته راوړنوشرایطاقایاسات مثلا طالبا با گروه با حکومت افغانستان با نمایندههای حکومت افغانستان مذاکره نکرد، آمریکایی ها هم هم به حکومت و هم به مردم افغانستان وضاحت نداد در مورد نویت مذاکره و توافق روی مسائل عمده که در این مذاکرات صورت گرفته. و اینجا یک سوال بزرگ مطرح میشه که آیا یک بار دیگر این مذاکرات رفت به طرف بی سرنوشتی و یا هم مسیر روشن برای مذاکرات ترسیم شده میان آمریکایی ها و گروه طالبان تنها این مسئله مطرح شده؟ که چیر موږ د دې ناستې نه یوازې چې د ابوظبي د ناستې تر دې وړاندې چې درې ناستې سوي دي، هغه هم موږ په وار وار رسنیو دخوا لیدلي دي چې د امریکا ځانګړي استاد ښاغلي خلیزاد معلومات د افغان دولت سره شریک کړي دي. د افغان دولت په سر کې جمهور رئیس دی او د اجرایه رئیس دی. موږ تاسو ولیدل چې د سفر څنګه کابل ته دی راغی، د ابوظبي څخه د جمهور رئیس سره او د اجرایه رئیس سره ملاقات درلودی. دا چې افغان دولت بېرته د ملت سره د شریک کړي پس ارائه ګزارش آقای خلیزاد به رئیس جمهور و رئیس اجرایه، شما دین حکومت افغانستان گفت که طالبان متعهد به صلح نه، سرگ ریاست جمهوری ایره مطرح کرد و گفت که طالبان نمیخوان که با پروسه صلح بپیوندن و عدم تعهدشان. زده افغان حکومت دغه ټکی ته د ضعف ټکی وایم، ځکه افغان دولت دفاعي حالت خپور کوي، یعنی د دې وړاندې چې دی خپل موقف چې د سولې د مذاکرات لپاره. البته یو شی چې ډیر مهم دی، دا د سولې مذاکرات نه دي، د سولې د مذاکرات لپاره چمتووالی دی چې د سولې مذاکرات په کومو شرایطو باندې پیل شي.
د سولې مذاکرات چې په کوم شرایطو پیل کیږي دغه د پاره طالبان خپل شرایط وړاندې کړي دي. او مهمه څه ده، په پای کې به دی سوله د افغان دولت سره کوي، په دې کې شک نشته. اما تر هغې وړاندې ولې د متحده ایالاتونو، ولې د عرب اماراتو، د سعودي عربستان او پاکستان سره دی ناستې کوي؟ دی په سیمه کې یو معتبر تضمین غواړي. که چیرې دی د افغان دولت سره سبا سولې ته ورسېدله، ښکاره خبره د شرایطو پر بنسټ باندې رسیږي. موږ تاسې وینو چې حزب اسلامي اوس هم، زه نه پوهېږم چې څومره واقعیت لري او نه لري، اما حزب اسلامي اوس هم دا شکایت لري چې هغه شرایط چې دی سره منل شوي و، مثلا د دوی ټول بندیان خوشې کېدل او نور امتیازات، هغه نه دي پلي شوي. طالبان هم همدغه ویر لري، کله چې دی د افغان دولت سره که مستقیما دی سوله وکړي، د سولې نه وروسته هغه شرایط به پلي شي د افغان دولت لخوا، که نه د هغه دپاره معتبر تضمینونه، چې معتبر تضمینونه همدغه متحده ایالات او د سیمې معتبر هیوادونه چې د افغانستان په ټولو قضایاو کې رول لري، که هغه عرب امارات وي، که سعودي عربستان وي، که پاکستان وي، که روسیه وي او که چین وي، دا تضمینونه دی غواړي چې ویلري سبا د سولې نه وروسته د دی سره هغه شرایط په کوم شرایطو باندې سوله کېږي هغه باید پلي شي. نو زه فکر کوم په لومړۍ برخه کې چې د افغان هیات سره نه لیدل دي، د سولې د مذاکرات لپاره چمتووالی دی، د سولې مذاکرات نه دي پیل شوي، او په پای کې به دی د افغان دولت سره سوله کوي. د افغان دولت سره ځکه سوله کوي چې دی به همدې جغرافیې ته راځي، په همدې جغرافیه کې به اوسي، په همدې خلکو به سیاست کوي، د همدې خلکو سره به اوسي، او د همدغه حکومت سره به په هر ډول مصلحت چې وي، هر ډول سیاسي مصلحت چې وي، دغه افغان دولت سره دوی سوله کوي. نو دا چې دی په یعنی شما به باور هستین که بعد از ای هم مذاکرات صورت بگیره و روشنی در مورد آغاز مذاکرات میانو په افغانستان و طالبان باشه؟ همدانن سهار د تریبیون اکسپرس چې یو پاکستانی نړیوال ورځپاڼه ده، چې فکر کوم د لندن څخه هغه هیډکوارټر یې هلته دی، یو خبر خپور کړی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د ښاغلي خلیزاد ترمنځ تلیفوني خبرې سوي دي، او د بلې ناستې دپاره د ابوظبي د همدې ناستې د تعقیب دپاره او د بلې ناستې دپاره چې بېرته به همدغه هیوادونه پکې ښکیل وي او دا پروسه پر مخ ولاړ شي. او زه فکر نه کوم چې متحده ایالاتونه چې اوس خپله فارن پالیسي ته دې حالت ته راغلي دي چې باید طالبان سره خبرې وشي او د افغانستان د قضیې دغه قضیې حل لاره یوازې سوله ده. تر دې به هیڅوک مخ وانه ړي. زه په دې باور یم، مطمئن یم او خوشبینه هم یم چې د سولې دا مذاکره به ښې لاسته راوړنې ولري او ژر به یې ولري. سپاسګزارم آقای وحیدی. یک چیزی که بسیار پرسش برانگیز است این است که دو طرف هم گروه طالبان و هم حکومت افغانستان در مقابل همدیگر بدبین هستند. شما میبینید که گروه طالبان حاضر نشد که با آیت افغانی دیدار بکنه و مذاکره بکنه. از سوی دیگر پس از ارائه گزارش زلمه خلیزاد با حکومت افغانستان، شما دیدین که حکومت افغانستان به صبح وضاحت گفت که طالبان نشان داد با این اقدام خود که متعهد به صلح نیستند و نمیخواین صلح بکنند. در درون همین بی‌اعتمادی به این باور هستیم که آمریکایی ها و یا هم کشورهای سیوم بتانه که فضای اعتماد میان افغان ها با وجود بیاره و اینها وارد مذاکرات واقع شد؟ به نظر ما همی خارجی های گپ میفهمه، مگر ما افغان ها متاسفانه که هنوز این را درک نکردیم. مشکل در اینجا نیست که اینا بین خود کدام بدبینی داره. افغان ها بدبینی نداره، عدم توانمندی افغان ها یکی را از دیگه جدا ساخته. یعنی که افغان ها با هم توانمندی داشته باشد، مثل پیشتر مولوی صاحب اشاره کرد که ما اختیار خاک خود نداریم. در صورتی که اختیار خاک خود نداشته باشیم و کوشش کنیم که اختیار خاک خود به دست بیاریم، دیگه در این صورت ما کجا میتونیم یک فضای اعتماد بین افغانای تیتو پراگنده و یا افغانایی که سالها در مقابل واقع شده بودن توسط انمی خارجی ها، ما خود ما چطور میتونیم یار با هم بشانیم؟ این یک مشکلی است که مشکل عدم توانمندی هر دو جانب است، به خاطر که یک جانب یک کس نمایندگی میکنه و دیگه جانب دیگه کس نمایندگی میکنه. این عالمی گپ زدن و با هم شیشتن ما شما در صورتی که توانمندی را پیدا نکنیم، تا که خاک خود از خود نکنیم و تا که صلاحیت از خارجی ها به دست نبیاریم و در اون صورت خود ما مقابلتا نشینیم، گپ نزنیم، اگر ما یقین دارم که افغان ها هیچ وقت بین خود دشمنی نمیکنن. اما عملا دیده میشه؟ شما میبینید که یک تقابل عمده بین این دست خارجی است؟ نه، این دست خارجی است به خاطر از اینکه اوم کتی یک خارجی ارتباط داره، ایم کتی یک خارجی ارتباط داره، و اینمی خارجی و او خارجی که هر چیز میگه اونم گپا پا پیش میره. ما باید از این خارجی خود اول خلاص کنیم. وقتی که از این خلاص شدیم دیگه در خانه افغان جنجال نیست. این جنجال خود مردم انداخته به خاطر پروژه خود، به خاطر اهداف خود که چیزی را کردن و چیزی را میکنن و نه به خاطر پیش میبرن. ما باید اول کوشش ما این باشه که از افغان ها نظر بگیریم و مردم افغانستان با هم متحد بسازیم و یک جرگه بسیار عمومی تمام مردم افغانستان که افغانستان شمول باشه، مثل که مسئله اجماع گفته شد. اینمیره نامش اگه یک جرگه بانیم، جرگه کی است؟ اونجا فیصلهش الزامی است.
و جرگه فیصله بکنه، هیچ کس مخالفت نمیکنه و نداره و دست خارجی را قطع کنیم. ما بخوایم که بگویم که ما افغان هستیم و صلاحیت گپ زدن خودم داریم، اعتماد خودم یکی بالای دیگه خود داریم، ما افغان هستیم. اینا طالبان چیزی را که توقع داره اینا وعده داده نمیتونن. اگه وعده میده هم اونا باور نمیکنن و اینا چیزی را که میخوان اون به دست زی. خب وضعیت افغانستان فعلا همین گونه است. شما میبینید که در تصمیم گیری سیاسی افغانستان استقلالیت سیاسی نداره و از اون طرف مخالفین سیاسی افغانستان هم در گرو استخبارات بیرونی هست و به دستور استخبارات بیرونی حرکت میکنه. در درون امین مسئله شما به این باور هستین که واقعا پروسه صلح به طرف مسیر مثبت بره؟ خب اینجا اصلا از پروسه صلح کدام بیشتر ما سر مملکت فکر کنیم که در این حالت بحرانی چطور میتونیم ما از این بحران برایم و بعد از اون مسئله صلح است. این در صورت میشه که اگر مسئله دموکراسی است و ما با دموکراسی عقیده داریم و طرفدار انتخابات و ای و او هم هستیم، دیگه ما چرا در اینجا با مردم افغانستان مراجعه نمیکنیم، مردم سهم نمیتیم؟ سعی کنین از مسئله افغانستان که امروز در این مجالس دولت خبر نمیده چطور سر دولت بد میخوره. ملت ما می گپ میگه که ما را تو خبر نمیتی، ما هم حق دارم سر سرنوشت ما گپ میزنیم، ما کتیت نیستم، باید ملت خبر بده. یعنی یک چیزی در اینجا اول باید به خاطر گرفتن قدرت خود از بیرونی ها ما باید یک نظر مردم خود داشته باشیم، بعد از اون سر پروسه صلح و این پروسه که خلیلزاد شروع کرده تا جایی که ما خودم هم خبر داریم و خودم هم دیدیمش، گپاش هم شنیدیم و او فکر میکنم که یک کار بسیار درست را شروع کرده که پیشتر آزاد سب گفت که این خصول ها نمیاره برکه زمینه سازی میکنه و زمینه سازی خوب روان است، تا بغال را زمینه سازی روان است. و اگر ما بگویم که صلح میاره دیگه او بسیار مشکل درست است که کار درست آغاز کرده، اما این هم فراموش نکنید که آمریکایی ها در این منطقه رقبای سرسختی دارن و هر لحظه در تلاش ازی است تا اقدامات آمریکا را به چالش بکشانه. آنچه که آقای جوزجانی هم گفت که تمام اقدامات را پاکستانی ها انجام طالبان انجام داد، مثلا عدم دیدارشان با آیت مذاکره کننده افغان، بس حکومت موقت و و و مسائل دیگر را گفت که به دستور پاکستان است. زمانی که مداخله کشورهای بیرونی در قضیه صلح افغانستان به این پیمانه باشه، به این باور هستین که آمریکا بتونه این پروسه را به سرمنزل مقصود برسونه؟ نه، شما این را شنیدین که آمریکایی‌ها که کدام تقاضای بسای را که کردن دو طالبان یک قسم راضی هستن و گفتن که بله اینا بسار میخواه و بسار برش میتا، هیچ گپی نیست. اما اینجا کی از کمی تکنیک را جور کنه پیش ببره؟ این را خلیلزاد نمیتونه. خلیلزاد کو زمینه سازی خود کرد. خب کی باید این کار بکنه؟ مردم افغانستان. خب مردم افغانستان گروه طالبا با حضور نمیپذیره. شما دیدین که آیت مذاکره کننده طالبا اینمی دولت نمایندهش نمیپذیره، ولی اگر مورا تو هم بپذیری ما هم نمیپذیرم. پس چی شوا؟ خب ما دیدیم نه رجوع شوا با مردم افغانستان. مردم خب از کدام یک راهی باید وجود داشته باشه؟ رای جرگه. رای جرگه بهترین راست که ما انعنوی جرگه داریم. طالبایی که مثلا نشست علما را در اندونزیا رد کرد یا در عربستان سعودی رد کرد، چگونه به این باور هستند که جرگه که تحت قیمومیت حکومت افغانستان برگزار شده او را بپذیره؟ یکی بابک صاحب مسائل سیاسی است، یکی مسائل مردمی خود ماست. آقای وحیدی، شما از یک طرف میگین که حرکت صلح افغانستان در گرو خارجی ها است، از سوی دیگر میگین که مسئله مردم، چگونه میگین که مثلا در گرو؟ من نمیگم، من میگم در گرو باید نبگویم، باید بگویم بدست از این است، بدست از این است، لیکن در گرو گفتن جدول. خب زمانی که مثلا من میفهم که میا شروع کردن بدست از این است. خب زمان اگر زمانی که طالبا مثلا مجموعه حرکت های خود در مذاکرات بر اساس استخبارات بیرونی، اقدامات استخبارات بیرونی انجام میده، آیا به این باور هستین که مثلا فیصله جرگه هم پذیرفته شده از سوی طالبا؟ دیگران نداری غیر از این شما بگوین که دیگه چی راست؟ اینمی یگانه رای ما افغان هاست که در حالت بنبست میره، ما باید به مردم خود مراجعه کنیم. حکم دموکراسی هم همیست که شما به مردم مراجعه کنیم و نظریات مردم خود بگیرین. شما ببینین کل فیصله را که مینیسته با اقلیت و اکثریت میشه، خو اینا که با اکثریت چی قسم میاری؟ خو این دموکراسی اینمی چیزه میگه به مردم مراجعه شوه و از مردم تقاضا شوه، از مردم خواسته شوه و مردمایی که شناخته شده مردم باشه، مردمایی که در دوران حالتهای مختلف مملکت قربانی هم داده باشه، زحمت کشیده باشه و شناخته میشه. این تو خونه که پنج تا مامور جمع کو روان کو. سپاسگزارم، تشکر. چقدر موافق به حرفای آقای وحیدی هستین که تنها راه حل مراجعه به مردم از طریق جرگه است؟
ما اکثر گپای جناب وایدی سبا تایید میکنم با تایید گپای آزاد سبا انتقادایش میفذیرم. مسئله ای طور است که باید ما هر دو طرف هم درک بکنیم. ببینین اگر ما بحث از دولت افغانستان میکنیم یا بحث از طرف طالبان میکنیم، چرا امروز اگر ما در بین خود جرامت بکنیم ما به صلح برسیم با یک طرح بین الافغانی هم میتونیم از حضور خارجی ها خلاص شویم هم از استعمار پاکستان خلاص شویم. لیکن ما اینمی حرکت حکومت که نماینده های را به خاطر صلح مذاکره با طالبان تعیین کرد یا نماینده در ارتباط صلح تعیین کرد ای را یک گام مثبت از جانب حکومت میدانیم، اما با وجود تلقی مثبت اینمی گام لیکن ای را ناقص میدانیم، کامل نیست. شورای علما یک شورای بی دستاورد است، شورای عالی صلح یک شورای بی دستاورد است. چرا حکومت افغانستان به جایی که آب به پایین کش بکنه میخواد که آب به بالا ببره؟ ما مردم افغانستان هم اینه در زیر چتر همی حکومت هستیم، رای دادیم، یک توقع داریم. چرا اینمی نماینده ها را ترکیبش از لحاظ ترکیب یک ترکیب ملی نمیسازه؟ از لحاظ ترکیب اینمی هیئت یک هیئت نمیسازه؟ در چارچوب برد مشورتی که حکومت اعلان کرده تمام اقوام افغانستان است. گوش کنین، هیچ نیست همه اقوام افغانستان، هیچ نیست. شما یک چهار تا مامور حکومت است، یکی را گرفته از اوقاف، یکی را گرفته از شورای نه برد مشورتی که رهبرای سیاسی افغانستان دسر من نماینده، یکی برد مشورتی است یکی نماینده هاست. وقت بتین که مثلا می نماینده ها در برد مشورتی نیومدم، اینمی نماینده ها را با چهره های بسازه که یا طالبا او را به حضور بپذیره که با اینا مذاکره بکنه، یا اینمی مورال طالبا در بین مردم افغانستان تضعیف شوه، حکومت افغانستان از این وضعیت استفاده بکنه. یا برد عالی مشورتی را ایجاد کرده، ما امیرم یک گام مثبت میبینیم، اما چرا در جلسات بزرگای سیاسی نمی وطن حضور نداره؟ در مثلا شما در اونجا حضور آقای کرزی ندیدین، حضور جنرال دوستوما ندیدین، استاداتا را ندیدین. بنابراین ما میگیم که درست نمی برد مشورتی یک گام نیک است، لیکن نمی برد مشورتی با مشوره بزرگان صورت بگیره. جنرال دوستوما امرایش مشوره نشده، امروی امید کرزی مشوره نشد، امروی استاد سیاب مشوره نشد، از طرف حکومت اعلان شد که برد مشورتی. یعنی یک بخشش دفعه شما برمیگردونید به حکومت افغانستان و بله. و عدم عدم ای که طالبان مثلا هیئت مذاکره کننده را به حضور نپذیرفت، این هم ناشی از ضعف حکومت افغانستان. یعنی ما حکومت در این عرصه امروی حکومت هستم که حکومت تلاش میکنه که صلح بیاید، به خاطر صلح کار میکنه، ما از این حرکتش خوشبین هستیم و در این تشویق هم میکنیم. لیکن حکومت رای مذاکره رای صلح یاد بگیره، نمیشه که آدم بیرو حرکت بکنه. اکنون بیرو حرکت میکنه؟ بله. این اینمی رایی که من او پیشتر به یک کلمه خلاص کردم، اینمی رایی که ما حرکت داریم، پیلن حکومت ما حرکت داره، این رای ترکستان از مکنیست. جوجانی دلیلی که حکومت به طرف ترکستان میره دلیل چی است؟ انگیزه اصلی چی است؟ بله. ما به جناب دکتر سیب اشرف غنی به این خود که فرد اول مملکت میگیره یک مشوره میتم. دکتر سیب اگر به این وطن دلت میسوزه، به مردم افغانستان دلت میسوزه، تو در فکر از این نباش که 5 سال بعد در قدرت میمانی یا نمیمانی. تو بیا اگر طالبا برای تو حکومت موقت پیشنهاد میکنه، تو در برابر از اینا به طالبا بگو که برادر امو نماینده تا از طریق انتخابات معرفی بکو به ما. اینمی مردانگی را اینمی صلابت برای خود بتا که انتخابات در موقعش برگزار بکنه و انتخابات را برگزار بکنه که قابل قبول مردم افغانستان باشه و انتخابات را برگزار بکنه که تمام چهره های سیاسی جهت های سیاسی از اون انتخابات از شفافیتش از عادلانه بودنش حمایت بکنه، نه که مثل انتخابات پارلمانی با چالش بره. اگر دکتر سیب اشرف غنی میخواد که همیشه در قلب ما جای داشته باشه، اگر رئیس جمهور باشه نباشه، اما به این وضعیتی که ما میبینیم حکومت دلش هم به صلح رسیدن است، هم دلش هست که مثلا هم حکومت گرفتن است. اینطور نمیشه. صلح اینطور است که یک چیز به دست آوردن، یک چیز از دست دادن. پیشنهاد ما به خاطر اینمی برای حکومت است که تو در فکر از این نباش که هم شهید شوی، هم غازی شوی، هم جور و سلامت به خانه برسی. نه، یکش قبول بکن. یعنی میگن که حکومت یا صلح بپذیره و یا هم از نه، من نمیگم که دکتر سیب اشرف غنی در 5 سال بعد رئیس جمهور نباشه. دل مردم افغانستان پیدا بکنه، 100 سال الهی حکومت بکنه. اما گفته میشه که عمدترین نقطه تقابل حکومت با خاصه ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان همین مسئله است. مثلا مسئله برگزاری عدم برگزاری انتخابات که و همین آیتی را که مثلا مجموعه مردم افغانستان و خصوصا افغانستان روی از انتقاد داره، روی
توانایی و مجموع عملکردش انتقاد داره. برمیگرده به اینکه حکومت میگه که قصدن چنین آیت ضعیف را معرفی کرد تا پروسه صلح به چالش بکشد. ما پروسه صلح، پروسه صلح پاکستان مجبور شده صلح قبول کرده. پاکستان واس پیدا بکنه صلح به چالش میکشه. من او پیشتر گفتم پاکستان در افغانستان منافع خود میخواه. پاکستان در فکر صلح نیست. پاکستان همو پیشک است که در فکر موش است که از طریق جنگ تامین شوه. منم موش به دست از بیایی دلش است که موش بگیره اگر از طریق صلح هم. اما حرف ما متوجه دولت و طالباست. دولت برای طالبا اینمی تضمین بده که دیگه طالبا مورد حملات هوایی خارجی ها قرار نمیگیره. اینا مجبور نمیشه که برای در کوه ها در برابر دولت طلا بگیره، خانه های از اینا تلاشی شوه، اینا به عزت و به عفت شوه. اما دولت طالبا را مجبور بکنه که دیگه پاکستان قناعت بکنه که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه. جامعه بین المللی هم قناعت بده دولت که در افغانستان حکومت را در گام های مثبت حمایت بکنه. سپاسگزارم، تشکر. ما را به نام اپوزیسیون، به نام دولت، به نام این آن در بین همدیگر ما نیانداز. تشکر. همین اتحادی اروپا، اتحادی شرق یا اتحادی امریکا، همه اگه حرف خود یک بکنه، اینمی حرف خود در رای مثبت، منافع مثبت خود در افغانستان دنبال بکنه. ما خواهان این رابطه. تشکر. دولت در عرصه اجتماعی با یک طرح بین الافغانی بیای رسانه را حق بده، علمای دین حق بده، تجار ملی را حق بده، بزرگای سیاسی وطن حق بده. ما به صلح میرسیم. سپاسگزارم، تشکر. ما در آخر اینمی کلمه را میگم که نو پیشتر وحیدی صاحب به یک زبان دیگه گفت که در اولم گفتم جنگ جاری در افغانستان جنگ من و تو نیست. جنگ جاری در افغانستان جنگ بیرونی ها و خارجی ها. سپاسگزارم، تشکر. لیکن قربانی جنگ ما خودت هستی. سپاسگزارم. شما چقدر موافق با حرفای آقای وحیدی و آقای جوزجانی هستین در پیوان به اینکه یک بخش ضعف برمیگرده به حکومت، حکومت به مردم مراجعه نکرده، یک تیم از مامورین حکومتی را توظیف کرده به خاطر مذاکرات و عمدترین نقطه ضعف هم امین مسئله است و باید به مردم مراجعه شود. آقای وحیدی مسئله جرگه را اشاره کرد و آقای جوزجانی هم طرح صلح بین الافغانی را گوره که پا حکومت که بیل شکه چه دیر سنجسته دیر نیمگرتی آوسته پا دیر برخو که او حکومت هم پا وار وار دا منلی دخپل جمهور رئیسه منلی چه پا دیر برخو که مرش سنجل درو کل چه مرش دلتناس چیو او دا افغان حکومت یا دا افغان دولت خبره کو افغان حکومت پا کل که افغان دولت یعنی حق آدرس تای چه دا افغانانو استاج توب کهی پا طول نره وال استیجو کله چې جنیف ته کله چې برسل ته کله چې وارسا ته د افغانستان حیات ځي هغه جمهور رئیس دی په هغه کې هر څوک د کلي څخه یو ملک د ځان سره کې نه دی سوی بله تر ټولو مهمه برخه تر اجازه راکړئ اجازه راکړئ تر ټولو مهمه برخه نماینده د خلکو څخه یو طرف طالب دی طالب اوس دا نه دی ویلی چې زه د افغان دولت د دغه حیات سره نه وینم هغه وایي چې زه د افغان دولت سره خبرې نه کوم چې هر څوک یې په راس کې وي طالب دا خبره نن نه ده کړې طالب دا خبره په هغه وخت کړې ده چې د جناب کرزي صاحب حکومت و د قطر دفتر چې کله چې پرانیستل سو او افغان حکومت وویل چې زما سره چې خبرې نه کوي زه د حکومت دفتر هم نه منمه طالب د لومړۍ سره کله چې 2001 وروسته دی بیرته فعاله سو بیرته یې توپک واخیستی د ده همدا شرط و چې زه د افغان دولت سره خبرې نه کوم اگر که افغان حکومت که هر څوک وي د افغان حکومت یا دولت له طرفه هر حیات وي بل درېمه مهمه برخه چې یو طرف طالب دی بل طرف افغان دولت دی د دوو طرفاینو ترمنځ د خبرو مسله ده که موږ چیرې د جرګې خبره کوو چې د افغانستان تر ټولو معتبره عنعنوي سیستم دی چې هر څوک ورته درناوی لري اما دا په هغه حالت کې د منلو وړ ده چې طالب یې هم ومني طالب هم د خپل خوا څخه د کلیو څخه ملکان راولي قومي مشران راولي چې منځګړیتوب وکړي خبره د منځګړیتوب نه دی خبره یو وسیونه یو ډول مستقیم یا غیر مستقیم سیاسي مشروعیت پیدا کړی هغه یو سیاسي مشروعیت له ادرس یو بل سیاسي ادرس سره خبرې کوي طالبا د نشست مسکو خط مش مذاکرات خود ترسیم کردن گفتن که در مرحله اول ما با افغان ها صحبت نمی کنیم با آمریکایی ها صحبت می کنیم و محور بحث ما هم بحث خروج آمریکایی ها بحث آزادی زندانی ها و بحث به رسمیت شناختن دفتر قطر و بحث خروج از لیست سیاه است در قدم دوم گفت زمانی که با خارجی ها صحبت کردیم باز میایم با افغان ها صحبت می کنیم روی چارچوب نظام قانون اساسی حقوق مدنی و غیره
اینجا طالبای مسئله را اشاره کردند. اکنون دلیلی که مثلا در مرحله اول حکومت افغانستان خیلی واکنش تند نشان داد، گفت که طالبان متعهد به صلح نیستند، این دلیل در کجاست؟ ز ما مخکې په خپل خبره کې دا ویلی چې دېته زه د ضعف نقطه وایم. کله چې موږ د صلح بحث کوو، کله چې صلح بحث کېږي ډېر زغم غواړي، او یو طرف چې هغه دولت دی او بل طرف چې یوه ډله ده، هیڅ ډول جغرافیه نه لري، یعنی مشروع جغرافیه د په لاس کې نه ده، هیڅ ډول یعنی په یو ډول نه یو ډول په هغه ډیموکراتیک په ټولو شرعي اصولو باندې یو دغسې مشروعیت نه لري چې دی د په نړیوال سټیجو باندې د ولس استازیتوب کړي. نو هغه د هغه په وړاندې دولت باید ډېر زغم ولري، طالب که هیڅ زغم نه لري، طالب که هر څه وایي. زه فکر کوم د دولت دغه عکس العمل تند عکس العمل و چې باید نه وای سوی، اما په کل کې تا افغان دولت باید په وار کړي د حیات هر څو والی رد سي هغه د دې سره ونویني. هم دا خب یک شکاف کلا بین حکومت افغانستان و بین گروه طالبان مطرح. شما دیدین که پس از در جریان نشست ابوظبی و پس از نشست ابوظبی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفت که هیچ کشور حق نداره فرمول نظام سیاسی افغانستان را تغییر بده، و بعد از حکومت افغانستان گفت که طالبان متعهد به صلح نیستند. پس اینجا ظاهرا معلومه که حکومت افغانستان هم طرفدار پیشبرد مذاکرات صلح با گروه طالبان نیست، یعنی راضی نیست از اقدامی را که آمریکایی‌ها انجام میدن. کلا چه ز فکر کوم چې دا وضاحت باید د امنیت شورا ورکی. اما از ما خپل برداشت د شاغلی محب له دې خبرو څخه، کله چې دی د افغانستان سیاسي سټرکچر یا د افغانستان سیاسي تشکیل باندې بحث کوي، دا د سولې څخه وتلې، د سولې د مذاکراتو څخه خبر وتلې بحث دی. دلته نور بحثونه راغلي. دلته د انتخاباتو په بحث کې تاسو ولیدل چې ډیری دغسې احزاب دي، دغسې سیاسیون دي چې هغو دا هڅه وکړه چې نظام صدارتي سي، هغو دا هڅه وکړه چې معاونین ډیر سي. دا د افغانستان په سیاسي تشکیل باندې تاثیر لري، او هغو دا هڅه وکړه دا مسله د ښاغلي خلیلزاد سره هم شریک کړه. کله چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي تشکیل بحث کېږي، تر اوسه پورې طالب د افغانستان د سیاسي تشکیل په هکله باندې اصلا څه نه دي ویلي. په دا اولس کلو کې حداقل زه شاید نه یم چې د افغانستان د سیاسي تشکیل په هکله باندې چې دا شاهي وي، دا ډیموکراتیک وي، دا ټوټلیټورین وي، دا دیکتاتوري په تشکیل باندې هیڅ خبره یې غونه ده کړې. کله چې د امنیت د شورا څخه تشکیل په هکله زه فکر کوم، هغه به یغو خلکو ته اشاره وکړي چې دلته دننه په نظام کې دي، د راتلونکي انتخابات او جمهوري ریاست لپاره غواړي چې یو نوی سټرکچر سیاسي سټرکچر ولري، او یغو به دا بحث د خلیلزاد سره شریک کړي. اما د طالبانو د سولې د مذاکرات په هکله د افغانستان تند دریز په داسې حالت کې زه فکر کوم چې مناسب نه دی، ځکه په ټوله کې افغان دولت باید ډېر زغم ولري، ځکه چې دا طرف لوی طرف دی. تشکر. در نهایت در درون مجموع نگرانی هایی که در مورد سرنوشت صلح افغانستان با توجه به حرکت های غیر منظم حکومت افغانستان و حرکت های مبهم ایالات متحده آمریکا و موضوعگیری های تند طالبا، سرنوشت مبهم مطرح است، آیا امیدواری ها برای پیشرفت در پروسه صلح و کامیابی این پروسه در مجموع نگرانی ها مطرح است و یا هم نه؟ بنوان پرسش آخر و جنبندی از عرصه میمانو میپرسم. آقای وحیدی بفرمایید. شما ما به مسائل پیش کمک میخوایم که اشاره کنم که در اون موضوع بحث کده بودم. یکی مسئله طالب که یک گروپی است که چطور و چیکار، مگر ما میگیم که 45% خاک از این مملکت در دستش است. ایره ما شما گفتیم، دولت هم گفته، در تلویزیون هم گفته. وقتی که 45% خاک در دست کس باشه، او باز یک گروپی چیز نیست، با او باید دقیق فکر شود. یک دومی که اینا گفتن که ما امرای مردم نمیشینیم، اینطور نگفتن، امرای دولت گفته نمیشینیم. درست. شما دیدین که مؤسسات بین المللی چندین مجلس در چیز دوها جور کردن و بسیار افغانا در اشتراکت، طالبان در اونجا اشتراکت. یعنی او موضوع میتونست که این مردم چطور ایره. خب ما میگیم که نالب شما کتیار کسی گپ میزنیم با مساویه باید یک کس روان کنین که او یعنی بر تخریب نیست که تزوا گپ بزند. دیگه ما در این مورد نظر ما ایست که ما امیدوار به صلح هستیم و میگه پایی که شروع شده ما ایره با چشم مثبت طرفش میبینیم و امیدوار هستیم به خاطر ازی که قربانی ماستیم و ما قربانی ها میخواییم که خداوند دیگه صلح بیاره و در افغانستان این مشکلات حل کنه. ای که به دست خارجی هست، ای به کل دنیا معلوم است و دنیا در مورد ازی گپم میزنه هر شب و هر روز ما شما میشنویم. سپاس دارم. آقای جوزجانی کوتاه فرمایید. ما یک پیام به دولت دارم، یک پیام به طالبا دارم. اگر طالبا میخواه که جنگ افغانستان خاتمه پیدا بکنه، صلح بیایه، طالبا در فکر سقوط نظام نباشه، در فکر ترمیم و اصلاح نظام باشه، تقویه نظام باشه.
سکوت نظام از زمان داوود خان تا به امروز به خیر افغانا به خیر مردم افغانستان تمام نشده بعد از این نمیشه. ما به هیچ وجه درست ما سر دولت اشرف غنی سر دکتر سیب عبدالله اینا انتقاد داشتیم، لیکن به این معنا نیست که قینا دشمنی داشته باشیم. این به این معناست که این دولت تقویه شود، اصلاحات بیاید. پیام ما به دولت هم است که حکومتداری، سیستم حکومتداری، سیستم نظامداری را به شکل پیش ببره که افغانستان را جمع بکنه، ثبات سیاسی را بیشتر بکنه، وحدت و اتفاق افغانستان را بیشتر بکنه. از این کرده، یعنی در طول 4 سال ما و شما دیدیم چهره‌های سیاسی ما را حق و حقوقش پایمال شد، غرور ملی ما که بیرق افغانستان است، یعنی بیرق زیر پای مردم افغانستان شد، این کار نشه. ما میگیم که دکتر سیب اشرف غنی اگر طالب است تو همچون یک خواست داره که قطع تو نمیخواه مذاکره بکنه، تو حکومت را به شکل پرقدرت بکو، به شکل قوی بکو که از هرات اسماعیل خانه، از شمال عطا و جنرال دوستم سپاسگزارم استاد محقق در کنار خود داشته باش، چهره ملی کرزه از روی کندار در کنار خود داشته باش. اینم حکمتیار صاحب خوب به صلح آمده، تو را حکومت تفضل سپاسگزارم تشکر کرده. امی آدم خو حقی که وعده کرده بیتی برش سپاسگزارم تشکر. آقای آزاد کوتاه فرمایید شما. ز دوالی صاحب در یوی خبر تا چسوی تفاهم نسی ما زی لند وضاحت پر کومه چه در طالب چه هر چومه جغرافیا پلاش کی در افغانستان ما در لیجیتیمیسی یا در قانونیت خبر رو کرده چه دغه سه ارجی تمامیت جغرافیا اغا پلاش کنه لدی چه نریوال پر رسمیت و پیجنی فلحاظا افغان حکومت افغان دولت در سول مذاکراتو که باید دی پوران دیر زغم ولری اگر دی پوران دی یعنی اغا سیاسی مشروعیت بلا خبر از فکر کوم چه افغان دولت د دې مذاکراتو څخه د ښې لاسته راوړنې لپاره باید د سعودي عربستان د دې تر څنګ د اماراتو او د چین د هیوادو سره خپله لابي لا پر مخ بوځي تر څو یو ته دا قناعت ورکړي چې یا د هغو اعتماد ترلاسه کړي چې هغه اوس مستقیم ډول د طالبانو سره په مذاکراتو کې اوس هم ښکیل دي تر څو هغه بیا بېرته طالبانو ته قناعت ورکړي چې د افغان دولت سره کښېني او هغه شرطونه چې دي د دواړو خواو باید واورېدل شي او وضاحت افغان دولت باید ولس ته وضاحت ورکړي چې زموږ د خوا څه خبرې کې یک موږ کوم زموږ دریس څه دی. پشت قانون و قانون بازی نگردی نمی حکومت وحدت ملی در کجای قانون بود؟ درست جغرافیا اگر از لحاظ قانون نیست هست هم خیر اقصد بیانو دیر دل است طالب به امروز به عنوان یک قوت به عنوان یک قوت مخالف یعنی نمی نظام قبول بیل شک از اکه در خبری دی او کسی در قانونیت موضوع شی مسئله قانونی باشه در افغانستان امروز بسیار بی قانونی هست از طرف سرای ما بسیار قانون سپاس گذارم مهمان عزیز بیل شک اگر در شاغلی و لسمان سر سنگ کم دیر در شخلی سچه خپل هر روز در قانون پای مالوی رایی که مثلا در حرکتی که این مثبت به طرف افغانستان میره رئیس جمهور یا رئیس اجرایی یا دیگه بزرگای ما سپاسگزارم هر یک شستیم، لیکن این انتقاد ما به خاطر عزیز که حکومت جمع بکنه. تشکر مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما تشکر بنده عزیز تا برنامه بعد خدا نگهدار.